مارکاسم ربی نامزدهای جانشین زیدان در رئال مادرید. نفس‌های آخر زیدان در برنابئو. نشریه مارکاسم ربی به عنوان کاندیداهای نهایی جانشین زیدان در رئال مادرید نام برده است. مربیانی که در صورت برکناری زیدان شانس بیشتری برای حضور در رئال مادرید خواهند داشت. درود بر شما همراهان گرامی، تا انتهای این گزارش با ما همراه باشید. برای دریافت ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را فعال کنید تا جدیدترین خبرهای فوتبالی را دریافت کنید و همچنان لطف کرده برای حمایت از ما این ویدیو را لایک و با دوستان فوتبالی خود شریک سازید. زیدان 6 ماه پس از بازگشت به رئال مادرید در شرایط دشواری قرار گرفته است. مرد فرانسوی که وعده انقلاب در رئال را داده بود در تابستان تیمی را بست که تفاوت زیادی با تیم سالهای اخیر رئال ندارد و در میان بازیکنان ثابت این تیم تنها ادن هازارد یک چهره جدید محسوب می شود. زیدان فصل گذشته را خوب به اتمام نرساند و فصل جدید را نیز مطلوب شروع نکرده است. رئال با هدایت او از 4 هفته ابتدایی لالیگا 2 برد و 2 تساوی کسب کرده و در لیگ قهرمانان چهارشنبه شب با نتیجه سنگین 3-0 به پی اس جی باخت. طبق ادعای مارکو، هرچند زیدان هنوز از اعتبار لازم در میان سران رئال برخوردار است، ولی تحرکات پشت پرده برای برکناری او حس می شود و اگر رئال در 3 بازی پیش رو برابر سویا، اوساسونا و اتلتیکو نتواند نتایج خوبی کسب کند، احتمال اخراج زیدان بالا خواهد بود. این نشریه از خوزه مورینیو، ماکس آلگری و راول گونزالس به عنوان نامزدهای جانشینی زیدان نام برده است. پرز رئیس رئال در مواقع اخراج مربی به تیم دوم خود و نیز مربیانی که بدون تیم هستند توجه میکند و فهرست جانشینان زیدان در چنین شرایطی تنها میتواند 3 نام را در خود جای دهد. مورینیو سرمربی پرتغالی پس از اخراج از منچستر یونایتد در پاییز 2018 بدون تیم هست. مورینیو بین سالهای 2010 تا 2013 سرمربی رئال بود و بازگشتش میتواند خبر بسیار بزرگی باشد. شخصیت محکم و سختگیری او در مربیگری میتواند رئال را جانگسیخته فعلی را سر و سامان دهد. مورینیو در حال حاضر چانس اول جانشینی زیدان هست. راول استرای رئال تابستان امسال به عنوان مربی تیم دوم باشگاه انتخاب شد. او پیش از این مربی تیم جوانان بود. 4 سال پیش با اخراج بنیتس بود که پرز روی زیدان که در آن مقطع مربی تیم دوم بود به عنوان جانشینی او حساب کرد و نتیجه هم گرفت. سال گذشته که سولاری مربی تیم دوم بود جانشینی لوپتگی شد و باید دید در صورت اخراج زیدان این روند جانشینی مربیان تیم دوم ادامه دار خواهد بود یا خیر. آلگری ماکس آلگری همین تابستان از یوونتوس برکنار شد و تصمیم گرفت یک فصل استراحت کند. او سال 2018 و پس از استعفای زیدان گزینه جانشینی او به همراه کنته و پوچتینو بود، ولی تصمیم گرفت به قراردادش با یوونتوس پایبند بماند. او با یوونتوس 5 قهرمانی متوالی را در سری آ جشن گرفت. با سپاس از شما دوستان عزیز که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشود و همچنان این ویدیو را با دوستان فوتبالی خود شریک سازید. شاد و خرم باشید.